به دفعات برای هر کدوم از ماها پیش اومده که از یک کلیپ بلند چند دقیقه ای، حالا مثلا 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه استفاده کردیم توی سیکونسمون و قسمت هایی از اون رو جدا کردیم تیکه تیکه و وارد سکانسمون کردیم. مثلا همین مورد اینجا. حالا اون فیلم بلند یا اون تیکه بلند ممکنه یک کار کپچر شده باشه که یه تیکه کپچر شده یا هر دلیلی دیگه. نکته که وجود داره این که ممکنه تمام اون پلان ها از نظر رنگ و نور ثابت باشن. به طور مثال یه مصاحبه رو در نظر بگیریم. خب شما اگر یک دونه از اون کلیپ ها رو اصلاح رنگ بکنید و فیلترهای مورد نظر خودتون رو بهش نسبت بدید، باید بتونید همه کلیپ های دیگر هم انتخاب بکنید و با نهایتا دو سه تا کلیک این کار رو انجام بدید. یعنی این فیلتری که به این اعمال شده به تمام پلان های دیگه هم که مربوط به این کلیپ اصلی هستن بتونید این فیلتر رو نسبت بدید. اما این کار چطور امکان پذیره؟ تا قبل از این ورژن خب بعد شما همونها رو انتخاب میکردید، اما حالا شما میتونید سکانس مد نظر رو انتخاب کنید، کلیپ مد نظرتون رو هم انتخاب بکنید. بیاید توی View Reveal Affiliated Clips in Front Sequence. حالا همونطور که شما دیدید تمام اونهایی که مربوط به این کلیپ میشن اینجا انتخاب شدن. به طور مثال من اینجا الان اگر بیام روی این دابل کلیک بکنم، شما میبینید که فیلتر لولز دارم که اگر بیارم حالا درگ بکنم روی اینها به تمامشون نسبت داده میشه. حالا میتونم خب خود دومی هم که دو بار اعمال شد رو بردارم، ولی همونطور که شما اینجا الان میبینید به تمام اونها به صورت یکسان و یه شکل این کلیپ نسبت داده، این فیلتر نسبت داده شد. حالا ممکنه این فیلتر خیلی پیچیده تر باشه، ممکنه چندین و چند فیلتر باشه، و این کار خیلی راحت میکنه کار شما رو. پس View و Reveal Affiliated Clips in Front Sequence. من اینجا داره از آقای حسین نجفی هم تشکر بکنم که این تصویر رو در اختیار ما گذاشتن.